سلام، بریم یه نیمچه وسترن نسبتاً اسپاگتی ببینیم که بیشترین اهمیتش به خاطر باز کردن پای سوفیا لورن با هالیووده. فیلمی با حضور جان وین، قهرمان بزرگ و همیشگی این ژانر. You still angry with me? I always forgive a lady one murder. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرین و اگر سوال یا پیشنهادی دارین حتما پایین این پست برام کامنت بذارین. I can cook, I can breathe, I can live. زمینا ممنون میشم اگر با سابسکرایب و لایک از صفحه حمایت کنین. چه چیز از افسانه گمشدگان یه وسترن متفاوت میسازه؟ اولیش موقعیت جغرافیاییش که این بار نه در آمریکا و غرب وحشی و در میونه هفتتیرکشها و قلچماقها که در صحرای آفریقا میگذره. یه پلیس از کار اخراج شده آمریکایی اومده شمال آفریقا، جایی که هنوز از نظر تمدن به قرن‌های قبل شبیه و عرب‌های بومی با پوشش‌های عجیبشون جای سرخپوستا رو گرفتن. این بار از کاکتوس‌های صحرای نوادا خبری نیست و فیلم پر از نخل و واه است. تو این فیلم گله‌های بزرگ گاومیش جای خودشون رو به کاروان‌ها و شتر سوارهای سیاه پوش دادن. افسانه گمشدگان با حضور دو تا بازیگر ایتالیایی میتونست یه اسپاگتی کامل باشه، اما لحن جدی فیلم و شوخی‌های خشک جان وین قطعاً جلوی قرار گرفتن نام این فیلم در سیاهه این ژانر جنبی رو گرفته. You believe in nothing. You drink and sneer and hurt. She's all yours. خط اصلی داستان به ماجرای فیلم گنج‌های سیرامادره از ساخته‌های جاودان جان هیوستون با بازی همفری بوگارد خیلی شبیه. Their search for gold. Dog, soldier of fortune. Howard, the old timer. Curtin, the youngster. And Cody, the intruder. These are the men who tried to tap the treasure of the Sierra Madre. Men with an oath on their lips and muscles in their arms, but men with greed in their hearts. تا جایی که اگر شاهد حضور سوفیا لورن در نقش دیتا، اون دختر عرب تبار و شکل‌گیری نوعی مثلث عشق در این فیلم نبودیم، دیگه اصلا ضرورتی برای ساخت این فیلم وجود نداشت. You're crazy, both of you. It's not far. Is it, Paul? No, it's there. Believe me. ماجرا از شهر کوچکی به نام تیمباکتو شروع میشه. یه غریبه اروپایی توجه همه رو به خودش جلب کرد. I was hoping that you would be able to recommend me a guide. Now may I ask where you wish to be guided? Into the Sahara Desert. Sahara, wonderful. خوی آرام این غریبه در رویارویی با سارق ساعتش در ابتدای ماجرا نشون میده که یه روی سکه یه مرد جنتلمنه. اما روی دوم جوجانیوری با بازی جان وین. Joe, you're indisposed. Go away. جو یه پلیس سابقه که گوشه زندان رو به گز کردن کوچه های داغ تیمباکتو و چرخیدن تو بارها و رقاصخونه هاش ترجیح داده. جو هم بهترین راهنمای بیابونی، هم یه بدهی به رئیس پلیس داره. با قبول راهنمایی مرد غریبه به سوی ناکجا آبادی که تو سرشه، هم پولی به دست میاره و هم بدهیش رو پرداخت میکنه. Official ledger says 1400. You want the 1000 or do you want me back in jail? Oh, Joe, monsieur. ابتدا به نظر میاد که اونا قراره دیتا رو پشت سر بذارن و این جستجوی در دل صحرا چیزی جز روایت ماجرای دو مرد میانسال نیست، اما دل دیتا پیش پل برنارده و به این سادگی ولکن ماجرا نیست. پس خودش رو به کمک بومی ها به اولین واحه‌ای که کنارش اتراق کردن میرسونه. Let's just go on about our business. آیا چیزی که پل دنبالش میگرده یه سرابه؟
افسانه ای که پدرش تو نامه هاش از اون گفته آیا جایی به واقعیت بدل میشه و عشق، وفاداری، ایمان و اراده کجا قرار روی حقیقی خودشون رو به نمایش بذارن؟ افسانه گمشدگان که ممکن بود اسمش با افسانه تیمباکتو یا مردی از تیمباکتو جایگزین شه، نه داستانی درباره گم شدن در بیابون‌های ناشناخته که روایتی از گم شدن و پیدا شدن خصلت‌های متعارض انسانیه. Do you want to talk to me? Yes. Hello. وقتی که ایمان رنگ می‌بازه و ناامیدی و یأس جاش رو می‌گیره و زمانی که اراده به تغییر کردن در مقابل هوس می‌ایسته و هیچ ثروتی قادر به خراب کردن این نگاه جدید دیتا به زندگی نیست. Please don't. Kiss me. I can't. دیتا در ابتدای فیلم زنیه که به هر وسیله باید شکم خودش رو سیر نگه داره، چه با دزدی از این اونو، چه با همخوابگی با مردان غریبه. او از شهری به شهر دیگه کوچ میکنه تا گذشتش رو پشت سر بذاره و از مادر بدتینتش فرار کنه، اما جایی میفهمه که باید مسیر زندگیش رو با گذر کردن از چیزی که هست تغییر بده. او در مسیر این تغییر که در ابتدا از حرفها و منش پل آغاز میشه، جو رو هم تغییر میده تا در پایان در صحنه جو جانیوری اینطور بگه: پل جهان رو نجات نداد، اما دو تا روح پرید رو به هم رسوند و براشون پایان خوبی رقم زد. Didn't save the world. He brought two poor devils together and came a good finish. No complaints. این دومین همکاری جان وین و هنری هاتاوی، کارگردان محبوب و دوست داشتنی ژانر وسترن. این دو در مجموع در 6 فیلم با هم همکاری کردند که 6مش به تنها اسکار جان وین منجر شد. The winner is John Wayne in Two Broke. افسانه گمشدگان را نمیشه یکی از فیلم‌های قابل قبول هیچ یک از بازیگرانش دونست و نه در کارنامه جان وین و نه سوفیا لورن خود فیلم های اهمیت نیست، به خصوص قصه خطی و تکراری و روند کند ماجرا که کمتر هوادار وسترنی رو مجذوب خودش میکنه. اما به هر حال این فیلم باعث شد که این دو ستاره محبوب سینما رو برای اولین و آخرین بار در یک قاب سینمایی ببینیم. We'll get him. Soon? Pretty soon. قابی که البته به خاطر شیمی ضعیف بینشون چندان چنگی هم به دل نمیزنه. جان وین در 50 سالگی قهرمانی بیابونگرده که باید هر جور شده تو دل دختر 22 ساله‌ای که از سینمای ایتالیا داره خودش رو به هالیوود تحمیل میکنه جا باز کنه. حس ها تو این فیلم برای بیننده چندان ملموس نیست، کما اینکه شیمی بین سوفیا لورن و ضلع دیگه مثلث یعنی پل هم چندان در نیومده. البته که بخشی از ایرادها هم به سانسورهای مربوط به کد هیز برمیگرده و اینکه سوفیا لورن اون آزادی عمل سینمای ایتالیا رو اینجا نداشته. مثلا اون صحنه حمام کردنش در رودخونه که به نظر میاد جو جانیوری داره از نمای بهتری صحنه رو تماشا میکنه. در وسط صحنه یه الاغ برای پوشوندن سوفیا لورن قرار داده شده که یکی دیگه از اون شاهکارهای کد هیز در اون دورانه. احیانا تنها هنرنمایی اروتیک هاتاوی چاک دادن لباس دیتا و جهت دادن به چشمای حریص پل در بعضی صحنه هاست که از اون شکافهای پیراهن دنبال چیزی میگرده که بازم ما نمیبینیم. سوفیا لورن بعدها در مصاحبه ای از کمک‌های فراوان جان وین و حمایت پدرانش در طول فیلم برداری قدردانی کرده، چیزی که انگار خودش رو به مقابل دوربین هم سرایت داده و همین لحن پدرانه در صحنه‌های احساسی فیلم بیشتر نمایان میشه. جان وین که هنوز مشت قوی داره در یکی دو صحنه با روسانا براتسی درگیری فیزیکی پیدا میکنه و به طور مشخص از پسش برمیاد، مگر اینکه سوفیا لورن به کمکش بیاد.
اما مشکل اینجاست که بیننده در این صحنه ها حرکتی قهرمانانه نمیبینه، چرا که از ابتدای فیلم هم مشخصه که اگر درگیری پیش بیاد کی برنده خواهد بود و همین باعث میشه تو تک سکانسی که باید از اقدام خطرناک احتمالی پل بترسیم قضیه پوچ و بیمعنیه. مرور اتفاقات پشت صحنه فیلم هم خالی از لطف نیست، به خصوص که اولین فیلم آمریکایی سوفیا لورن میتونست به آخرین قاب باقی مونده از او بدل شه. اگرچه سوفیا لورن از حضور قهرمانی مثل جان وین در کنار خودش بارها قدردانی کرده، اما خوشبختانه این تنها قهرمانی نبود که او را همراهی میکرد. یکی از شبها در هتل کوچیکی در نزدیکی مجموعه فیلمبرداری او با سردرد و تهوع از خواب بیدار میشه و متوجه میشه نشتی اجاق گاز اتاق نزدیک بوده جونش رو بگیره. خوشبختانه روسانا براتسی در حال عبور بوده و به کمکش میاد و جونش رو نجات میده. یکی از ترس‌های مهم سوفیا لورن برای بازی در اولین فیلم آمریکاییش عدم تسلط به زبان انگلیسی بوده، طوری که به گفته خودش مورد تمسخر همکارانش در پشت صحنه قرار میگرفته و به کمک جان وین از این مشکل عبور میکنه. یه روز جان وین پشتش در میاد و میگه این دختر میخنده و خیلی شاده، تنهاش بذارین و اذیتش نکنین. او یه جفت از خارهای نمادین خودش رو هم به سوفیا لورن میده که او سالها اونها رو به عنوان گیره شبدر بنفش به لباسش سنجاق میکرده. در جریان فیلم البته جان وین هم از آسیب دور نموند و در یکی از صحنه‌ها در نزدیکی ترابلس سقوط کرد و این آسیب دیدگی 3 هفته پروژه رو تعطیل کرد تا ادامه فیلم برداری هم به استودیوی سینسیتا در روم منتقل شه. بریم یکی دو تا سکانس به یاد موندنی فیلم رو ببینیم و این ولاگ رو به پایان برسونیم. جو از ذخیره مخفی آب چند جرعه به دیتا میده و بالاخره بارقه ای از عشق بین این دو دیده میشه. جایی که دیتا بهش میگه ولی تو هیچ وقت اینطوری من نبوسیده بودی و جو میگه ولی همیشه خیالشو داشتم. We are like we never were. You're getting kind of sentimental. You never kissed me like that before. I always meant to. در سیاهی شب صحرانشین‌ها شبح سفیدی رو در نزدیکی کمپ جو و پل رها می‌کنن. در اینجاست که هری هتوی قابی موندگار از ترکیب زیبایی صحرا و ستاره ایتالیایی برام به یادگار می‌ذاره، ستاره‌ای که اومده قلب‌ها رو برای همیشه تسخیر کنه. How did you get out here? امیدوارم از تماشای این وسترن متفاوت آقای هتوی که در اون قاب‌های زیبایی از صحرا و سوفیا لورن برامون به یادگار گذاشته لذت ببرین و تماشای بقیه ویدیوهای سفر از دست ندید.